أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين عرض سلام و ادب داریم خدمت همه مؤمنین از جوار ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. چند دقیقه مختصر در روز ولادت آقا علی اکبر علیه السلام، جوان رشید امام حسین علیه السلام، و در آستانه نیمه شعبان سال روز ولادت منجی عالم بشریت مزاحم اوقات شما خواهیم شد. همانطور که میدانید ارتباط با ائمه اطهار علیهم السلام آثار و برکات زیادی دارد و روایات زیادی در این زمینه نقل شده است که هر مقداری که ما با ائمه اطهار علیهم السلام آشنا باشیم، با سیره اونها، با رفتار اونها، با کردار اونها، به همون میزان عنایات خاصه اونها شامل حال ما می شود. من یک روایت خیلی مختصر رو بخوانم که امام رضا علیه السلام فرمودن: من زارنی علی بعد داری اتیته یوم القیامت فی ثلاث مواطنه حتی اخلصه من احوالها. امام رضا علیه السلام فرمودن که هر کس از راه دور به زیارت من بیاید، مثل کسانی که عزیزانی که از استرالیا تشریف میارن، با این همه بعد مسافت و رنج سفر و هزینه گزاف، پیام که انهو بر امثال مثل این اشخاص هست. میفرماید من سه جا به سر وقت اون میرسم تا اون را از اون احوال و از اون مشکلاتی که برایش پیش میآید نجات بدهم. اولینش رو فرمودن: اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا. فرمودن هنگام دادن نامه های اعمال، حالا این عمل رو به دست راست و چپ مردم که میدهن، دیگه اون بحثش مفصل هست که چرا دست راست چپ. و بعد فرمودن و عند الصراط و عند المیزان. جای دوم هنگام عبور از پل صراط و سوم هنگام سنجش اعمال. لذاست که این سه جا که خیلی روز لحظات هولناکی هست برای همه، حتی برای مؤمنین، امام رضا علیه السلام به سر وقت اونها میرسد. و چون روز ولادت آقا علی اکبر علیه السلام هست، یک نکته عرض کنم و اون این که برای رسیدن به مقامات معنوی، برای رسیدن به اون مقامی که خداوند مورد تأیید قرار میدهد ائمه اطهار علیهم السلام، عمر زیاد لازم نیست. حتما 100 سال باشیم، 90 سال، 80 سال، نه، عمر با کیفیت مهم است. آقا علی اکبر علیه السلام عمر زیادی نداشتن، شاید چند سال بیشتر مکلف نبودن، اما به جایی رسیدن که امام حسین علیه السلام فرمودن اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. این رو من مفصل توضیح دادم سال قبل در همین روز در یک جلسه‌ای که اکثرا هم سادات دیدن در سیدنی. سه چیز فرمودن که خدایا من کسی را میفرستم که سه تا ویژگی دارد: یک، خلقا، از لحاظ خلق و از لحاظ قیافه به اصطلاح ما به پیامبر شبیه است. این خیلی مهم است که انسان از لحاظ جسمی شبیه پدر بزرگ باشد و اون زیبایی های اون رو داشته باشد. علی اکبر از نسل پیامبر گرامی اسلام هست و سادات کم و بیش ارث بردن و این افتخاری است برای اون. ولی فرمودن و خلقن، این خیلی مهمتر هست. خلق علی اکبر خلق پیامبر هست. چی خلقی؟ که خداوند می فرماید انک لعلی خلق عظیم. پیامبر تو دارای خلق بزرگی هستی، عظیمی هستی. و بالاتر از این هر دو و منطقا، نطق و منطق و
به اصطلاح تمام سیره تو سیره رسول الله است. واقعا این رو اگر امام معصوم امام حسین علیه السلام نمی فرمودن خیلی هضمش مشکل بود که یک شخص غیر معصومی به جایی برسد که شبیه پیامبر از لحاظ منطق بشود، که خدا می فرماید و ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى. پیامبر تو هر نطقی که میکنی، منطقت، رفتارت، گفتارت، همه ایش از هوا و هوس نیست الا از وحی. لذاست که این از آقا علی اکبر که در سن کم به اون مقام رسید. این یک. دوم، ایام ولادت آقا امام حسن امام حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هست. رضا مؤمنین توجه داشته باشند، یکی از اعمال روز نیمه شعبان به تأسی از امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام برای ولادت این امام بزرگوار ده ها قربانی کردند. حتی عددها خیلی زیادی هست که من اگر عرض کنم شاید بعضیا بگه این غلو هست. حالا میگیم تعداد زیادی رو، گوسفندی رو قربانی کردن به یمن ولادت آقا امام حجت ابن الحسن العسکری مهدی روح ارواح العالمین لتراب مقدم الهدا فدا، و به مؤمنین توضیح کردن و مناسبت رو هم فرمودن و مؤمنین رو آگاه کردن به این وسیله. ما هم میتوانیم به تأسی از این امام بزرگوار قربانی بکنیم. خب حالا الحمدلله در سیدنی خیلی رایج نیست و قربانی هم مشکل هست. می توانیم پول اون را که ما سنجیدیم مثلا متوسط اون $200 با بالام هست، یک گوسفندی را در ایران و افغانستان می شود تهیه کرد و گوشت اون را توزیع بکند و بگوید این به مناسبت میلاد آقا امام زمان حجت ابن الحسن العسکری هست، و با این عملمون ارادت خود را به ائمه اطهار علیهم السلام، مخصوصا به حضرت مهدی حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام نشان بدهیم و واقعا خوشحالی خود را با مؤمنین شریک بسازیم. شما میدانید در ایران و افغانستان و سایر مناطق شاید شیعیان خیلی به سختی میگذرانند و این رو شاید باور نکنید که به ماها بعضی خانواده ها گوشت پیدا نمی کنند و به گفته اون شخص که ما طعم گوشت را فراموش کردیم. و دیشب جایی بودم و گفتن که ما در یک فاتحه بودیم و یک مقدار گوشت این فاتحه بیشتر بود. همه از ته دل دعا می کردن به این میت و این مرحوم. شما ببینید در همچین مکانی که اینقدر احتیاج هست، ما هم میتوانیم با $200 هم دل مؤمن رو به دست بیاریم، هم دل آقا امام زمان رو، و هم ارتباطمون رو با ائمه اطهار علیه السلام نزدیک بکنیم. چنانچه پیامبر گرامی اسلام فرمودن من سر مؤمنن، کسی که مؤمنی را شاد بکنه، مسرور بکنه، حالا به تعبیر من در مخصوصا در این ایام شادی فقط سرنی، مثل اینه که من پیامبر رو خوشحال کرده است. و من سر و من سرنی فقط سر الله، کسی که من را شاد کرده است تنها خدا را شاد کرده است. مگر ما دنبال رضایت الهی نمی باشیم، مگر ما دنبال رضایت ائمه اطهار نمی باشیم، خب این یک راه شادی هست. خداوند انشاءالله به یمن قدوم ائمه اطهار علیه السلام و آقا علی ابن موسی و آقا امام مهدی حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین الکرام مقدم الفدا همه من را از جمله شاد کنندگان ائمه اطهار و مؤمنین قرار بدهد. یک سلام به نیابت همه شما از این دوربین کوچک خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می کنیم و التماس دعا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا غریب الغربا، یا معین الضعفاء و الفقراء، السلطان، واقعا سلطان، السلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا. خدایا کریم و رحیم و پروردگارا حق این آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، این شخصیتی که به رؤوف معروف هست و کریم معروف هست، به حق این امام رؤوف و مهربان قسمت می دهیم که رحمت، مودت، الفت
بین همه مؤمنین، مخصوصا خانواده ها، مخصوصا اون زوجهای جوانی که مشکل خانوادگی دارن، عنایت بگردان. به حق این امام مهربان، به حق این امام بزرگوار، اموات همه مؤمنین مؤمنات، اموات این جمع، اونهایی که التماس دعا گفتن، همه را غریق رحمت بی منتهای خویش بگردان. عاقبت خود ما، نسل ما، نسل‌های ما بعد ما را به خیر بگردان. ما را بارهای بار به این زیارات مشرف و با دست پر، با دست پر از معنویت به منزل اوطانمان برگردان. و خدایا شب اول قبر شب محتاجی است، شب احتیاج هست. خدایا اینها را به سر وقتمان برسان. در دنیا و آخرت دستمان را از دامان این ذوات مقدسه کم و کوتاه مگردان. باز هم این میلاد ایام شعبان رو خدمت به عرض میرسانم. و نقطه آخر و تکراری این که انشاءالله از اعمال و فضائل ماه رمضان غافل نشویم، چون دیگه کم کم به ماه ضیافت الله میرسیم و مقداری که به پیامبر ارادت داریم، به روزه، به نماز، به صلوات شعبانیه، به مناجات شعبانیه، به استغفار، به صدقه دادن انشاءالله اهتمام ببرزیم. و واقعا این پیام آخر دیگر را هم عرض کنم، این است که واقعا این پول چی ارزشی دارد که ما این را در این راه مصرف نکنیم. واقعا اگر من اونجا مسئولیتی نمی داشتم، دل کندن از اینجا بر من خیلی مشکل بود. اونهایی که فراغت دارن بیاین به اینجا تا اون لذت معنوی را بچشند و در جوار این ائمه اطهار علیهم السلام یک شب، ده شب، یک هفته را بگذرانن، که حتی روایاتی دارد که یک شب اگر انسان در جوار آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام باشد، میهمان آقاست و آقا کرامت‌های خاصی را برایش عطا می‌فرماید. لذاست که مؤمنین انشاءالله به قدر توانشان انشاءالله و از سایر موارد اسراف جلوگیری بکنن و اهتمامشان را بیشتر به این مکانها و ارتباط با ائمه اطهار علیهم السلام به طور معنوی و به طور فیزیکی با آوردن خانواده هایشان به این اماکن مقدسه انشاءالله حفظ کنن و روز به روز توسعه بدهن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.